سرخط خبرها. حسیب قوای مرکز امروز طالبان را تار مار کرد. مارشال دوستم دوباره برمی گردد. انتظار به پایان رسید. درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان پس از دو روز وقفه، پیش از 10 طالب کشته شدند. رئیس جمهوران ایران و تاجیکستان بر ایجاد حکومت فراگیری در افغانستان تاکید کردند. کاروان پیشرفته ترین تجهیزات نظامی احمد مسعود به پنجشیر رسید. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام. چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان پس از دو روز وقفه، پیش از 10 طالب کشته شدند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در پنجشیر پس از دو روز وقفه ظاهرا امروز از سر گرفته شده است. به گفته منابع، حوالی ساعت 11 پیش از 6 روز دوشنبه 9 جوزا، طالبان میخواستند بالای مواضع نیروهای جبهه مقاومت ملی در منطقه آستانه از مربوطات مرکز ولایت پنجشیر حمله کنند. در مسیر را با کمین افراد این جبهه برخوردند. منابع تصریح کردند که در پی این رویداد پیش از 10 نیروی طالبان کشته شدند. در همین حال جبهه مقاومت نیز در توییت اعلام کرده است که در پی کمین نیروهای این جبهه پیش از 15 نیروی طالبان کشته شدند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی اما در مورد تلفات نیروهای این جبهه چیزی نگفته است. با این حال منابع میگویند که طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در شمار از بخش‌های دیگر پنجشیر، به ویژه کوههای ولسوالی پریان این ولایت نیز در حالت آماده باش قرار دارند. اما از دو روز به این سو درگیری میان این دو گروه صورت نگرفته است. طالبان تا اکنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش در تهران بر شکلگیری حکومت فراگیر در افغانستان تاکید شده است. حسین وزیر امور خارجه ایران در این مورد گفته است که رئیسان جمهور دو کشور در مورد بحران در افغانستان گفتگو کرده و دو طرف در مورد افغانستان دیدگاه مشترک دارند. وی افزوده است ما و تاجیکستان در خصوص افغانستان بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام تاکید داریم. رسانه های ایرانی به نقل از وزیر خارجه این کشور افزوده است از برخ تحولات، تحرکات و گسترش اقدامات تروریستی در افغانستان نگرانی مشترک داریم. گفتنی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز یکشنبه 29 می در رأس یک هیئت بلندپایه این کشور به تهران سفر کرد. امروز هیئت دو کشور در حضور ابراهیم رئیسی و امام علی رحمان 17 تفاهم‌نامه همکاری را در بخش‌های مختلف به امضا رساندند. قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی دو برابر شده است. یک مقام امنیتی روسیه میگوید که حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی در سال گذشته میلادی و امسال افزایش یافته است. معاون اول ریاست سرویس امنیت فدرال روسیه و رئیس سرویس گارد مرزی این کشور اعلام کرد که در سال 2021 مقدار قاچاق مواد مخدر از افغانستان دو برابر شده است. به گفته او در سال گذشته میلادی 3500 تن مواد مخدر تنها در جمهوری تاجیکستان کشف و ضبط شد. او افزوده این رقم در چندین ماه سال 2020 به 1700 تن رسیده بود. خبرگزاری روسی به نقل از این مقام روسی گفته است که در حال حاضر وضعیت افغانستان همچنان پیچیده است و این کشور تحت تاثیر حضور گروه‌های مختلف سازمان‌های تروریستی بین المللی قرار گرفته است. مارشال دوستم دوباره برمیگردد. انتظار به پایان رسید.
مارشال عبدالرشید دوستم در نزدیک وقت انتخابات ترکیه است. بخیر سپری شود. ما یک طرف می کنیم مشکل افغانستان را با امید خدا. نگران نباشید. حسیب قای مرکز ملا یعقوب را تارمار کرد. تازه بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: حسیب قای مرکز امروز در کمین ما تعداد زیاد مستکبران طالبان کشته و زخمی شده اند. کاروان پیشرفته ترین تجهیزات نظامی احمد مسعود به پنجشیر رسید. با تشکر از عمر صاحب احمد مسعود، امروز برای اولین بار پس از دهها ماه مقاومت، کاروان کمک های هوایی احمد مسعود وارد پنجشیر شد. اکنون ما می توانیم به مقاومت ادامه دهیم. طالبان و القاعده، آیا جدایی ناممکن است؟ عامد احمدی، تحلیل از سایت خبری افق. در صورت که ادعای مطرح شده در گزارش تازه کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر وجود پایگاه‌ها و حضور رهبران القاعده در افغانستان زیر سلطه طالبان به ویژه جنوب و جنوب شرق کشور درست باشد، این نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مطرح شده، ارتباط طالبان با القاعده همچنان برقرار است و جدایی میان دو گروه جهادی به سادگی ممکن نیست. در گزارش تازه کمیته نظارت بر تحریم شورای امنیت سازمان ملل آمده است که امین الظهوری رهبر القاعده بیعت خود را با رهبر کنونی طالبان تشدید کرده و پس از به قدرت رسیدن طالبان پیام‌های ضبط شده بیشتر منتشر کرده است. در این میان یکی از بزرگترین دغدغه‌ها روابط پیچیده طالبان و شبکه القاعده است. طالبان گرچه روی کاغذ متحد شدند که ارتباط خود را با گروه‌های تروریستی قطع کنند و اجازه نمیدهند که از افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود و همه روزه این تعهد را تشدید و تکرار میکنند، اما آنچه در عمل رخ میدهد عکس این مدعا را ثابت میکند و بدیهی است که نگرانی های کنونی ریشه در واقعیت های جاری دارد، واقعیت هایی که ادعاهای طالبان هنوز نتوانسته آن را کتمان کنند یا تغییر دهد. شاید از نظر طالبان کنترل شبکه القاعده و جدا کردن رهبران آن با پایبندی به تعهدات طالبان در برابر جامعه جهانی و کشورهای همسایه و منطقه مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان برای حملات بیرون مرزی آسان به نظر می رسد. اما این که درباره داعش درست نیست و با توجه به خصومت آشتی‌ناپذیری که میان داعش و طالبان وجود دارد، خطر نقض این تعهد طالبان از سوی آن گروه بسیار بیشتر است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.